نه من تو جایگاهی هستم که تموم شد، آخر خطم. اگه بخوام خودم و امثال خودم رو تو یه جمله بخوام برای اسرائیل توصیف کنم، ماها یه دستمال کاغذی بودیم که از همون استفاده میکنن، کردن و خواهند کرد و دور میندازن به همین راحتی. این ذهنیت رو در من به وجود آورده بودن که وای چه جنایت هایی داره میشه تو ایران، من خبر ندارم، من باید بشریت رو نجات بدم. این خیلی جالبه. ببینید، برای من دیدن تلویزیون جمهوری اسلامی ممنوع شده بود. روزنامه های ایران رو نخونی ها؟ خواهی میکنی چرا نباید میخوندم؟ به خاطر اینکه اون تأمل رو از من بگیرن. موساد یه مقر داره کنار ضلع شرقی فرودگاه بن گوریونه، دقیقا کنار اتوبان تل آویو اورشلیمه. محل اقامت هم توی هرتزلیا بود. هرتزلیا یه شهرک خیلی کوچیکه تو شمال تل آویو. 3 سال به من فقط یاد میدادن، هیچ کاری نمیکردم، توی کشورهای مختلف فقط آموزش میدادم، از جمع‌آوری اطلاعات از یه محل خاص گرفته تا تیراندازی با سلاح. اینا فقط میخوان شما وارد این ماجرا بشید. وارد شدن چجوری؟ وارد شدن از جمع‌آوری خیابون معمولی، شما وارد میشی. من فکر میکردم مثلا میری یه خیابون جمع‌آوری اطلاعات میکنی چیز مهمی نیست. اونجا فهمیدم نه بابا خیلی چیز مهمیه. من دارم میرم از یه خیابونی که میخواد یه نفر ترور بشه دارم جمع‌آوری اطلاعات میکنم. صحبت چی بود؟ ما این شخصی که میخوایم عملیات انجام بدیم توی پروژه‌ای دارن بمب اتم میسازن توی ایران، بشریت از بین میره، ناجی و منجی بشریت باید بشی. الان آموزش‌های تکمیلی اون عملیات توی اسرائیل شروع کردن، بود 2 هفته برنامه‌ریزی کرده بودم من 5-6 تا ترور انجام بدم. آموزش‌ها رو دیده بودم همه رو. آموزش‌هایی که من دیده بودم آموزش‌هایی بود که سلسله به همدیگه ربط داشت مثل یه زنجیر. تازه فهمیدم اون چیزایی که یادم میدادن به خاطر این بود که همه چسبید، مثل یه پازل چسبید به هم دیگه، تبدیل شد به یه عملیات. بعد یه دفعه میفهمید که اون هدف، اون چیزی که بهش ایمان داشتی دروغ بوده، با این تفاوت که 1 دیگه راه برگشت نداری، 2 یه فاجعه به بار آوردی. من باعث از بین رفتن جون یه آدم شدم. حالا دیگه اون شخص چه کسی بود؟ یه دانشمندی که سرمایه یه مملکت بود. میگفتن که ما پشت تستیم، خیالت راحت، هیچ اتفاقی نمیفته. من الان اینجا نشستم، هلیکوپتری نمیبینم که بیاد من نجات بده، کماندوی نمیبینم که بیاد من نجات بده. کاری که دارن اینا میکنم مثل اینه که یه قطاری که حرکت کرده سرعت گرفته، شما بهش سنگ پرت کنید، چه اتفاقی برای اون سنگ و اون قطار میفته به نظرت؟ قطار راهش میره، هیچ اتفاق خاصی نمیفته، تنها اتفاقش اینه که اون سنگ برمیگرده میخوره تو صورت خودت.